بله برگشتیم در ادامه برنامه و این بخش را میتونین که با ایمال جان و مهمانشان بیننده باشین و موضوعی که دارن و تماس هم میتونین بگیرین بر سوالات بیشترتان بسیار تشکر مریم جان ما امروز میخوایم در رابطه با موزیم ملی بیشتر صحبت داشته باشیم که موزیم ملی برای اولین بار در سال 1297 خورشیدی در منطقه باغ بالای کابل برای نگهداری آثار تاریخی تأسیس شد و در نخست هم نام این موزیم چیز دیگری بود به نام اجایب خانه نام داشت می که امروز صحبت های بیشتر با جناب عینالدین صداقت داشته باشیم آمر موزیمداران داران موزیم ملی افغانستان بسیار خوش آمدین صبحتان بخیر سلامت باشین هر دو سلام عده بزرگ شما و همکارهای گرامیتان و بیرنده های مترم کمی اکنون برنامه را تماشا میکنم بله به در نخست از اجایب خانه صحبت بکنیم که در نخست نام موزیم ملی به می نام بعدها تغییر کرد و با نام های مختلف نام گذاری شدن کمی بیشتر میخوایم توضیح توضیحات بده. برای بار نخست در سال 1297 مطابق با 1919 میلادی که در باغ بالا تاسیس شد در او زمان آثار تاریخی و باستانی موجود نبود که در نمایش گذاشته شده باشد چون افریاد نشده بود ساعت باستانی افغانستان و مو آثاری که نماینگر فرهنگ اقوام در افغانستان بود که ما به نام آثار اتنوگرافی و مردم شناسیات میکنیم که از زمان امیر حبیب الله خان جمعوری شده بود شامل لباسها، اسلحه، و بعضی دست دوزیا و آثاری بود که اما فرهنگ اقوام در افغانستان معرفی می گرفت او در زمان عبیب الله خان شده و در زمان امیر امان الله خان به نمایش گذاشته شد و بعد از او این مجموعه از آثار به هر ریاست جمهوری انتقال پیدا کرد در 25 اقرب 13 سی تعدادی از مردم اما توایف و داشته های فرهنگی خود آماده شدند تا به موزیم بسپارند به مرور زمان تعداد آثار فرهنگی در موزیم بیشتر شد و بعد بعد از اینکه آثار با قصر دارلمان پالوی قصر دارلمان که موزیم فعلی است انتقال پیدا کرد افریات رسمی در ساعات باستانی و تاریخی افغانستان آغاز شد با مرور زمان ما توانستیم که یک موزیم داشته باشیم که بتانه امو تاریخ افغانستان به معرفی بگیره و این آثاری که فعلا در موزیم ملی افغانستان موجود است مربوط به دوره های مختلف تاریخی میشه که از دوره سنگ آغاز میشه الا دوره اسلامی و همچنان آثار دوره معاصر از قسمی که قبلا در محورش براتون گفتم آثار اتنوگرافی و مردم شناسی است که فرهنگ اقوام و معرفی میگیره آثار تاریخی همچنان آثار دوره سنگ به دوره چند دوره دیگه تقسیم میشه که دوره سنگ قدیم است، سنگ میانه هست، سنگ جدید است و همچنان آثار دوره برونز داریم، آثار یونان باختری است، دوره کوشانی هست، دوره اسلامی هم به دوره های مختلف مثل تایری و غزنوی و تیموری و دوره مختلف دیگه تقسیم میشه و ما در اثر مشاهده و مطالعه آثار توانیم بفهمیم که افغانستان در گذشته دارای چگونه یک تمدنی باید. بوده و چگونه فرهنگی داشته و او مردمانی که در حدوار مختلف در افغانستان زندگی داشتند دارای چگونه استعداد فوق العاده بودند که آثاری که امروز به دسترس ما قرار داده اونا را تانستند بسیار با یک مهارت خاص بسازند و این آثار افغانستان یک چهره بسیار مثبت توانسته به با دنیا به معرفی بگیره اما در маورد میدانه کи در افغانستان در گذаشته چه گونه یک تаمدن موجود بوده ب وضعیت موزیم فعلا چ گونه است ما خوشبختانه فعلا هزای مسلکی را در موزیم ملی افغانستان داریم و در بخش های مختلف کار میکنند که تعدادی از اونا همو کوریتوران یا موزیم داران هستند و بخش ترمیم داریم ما دپارتمنت به نام اتنوگرافی یا مردم شناسی را داریم و بخش های مختلفی است که در این قسمت در موزیم کار میکنند ما خوشبختانه اما نمایشگاه های دوره های مختلف ها داریم برای بازدیدکننده ها باز است و با حلاقمنده خاص بیننده ها می از موزیم ملی افغانستان دیدن میکنند و بر علاوه از اینکه بیننده های داخلی اموطنا و شهروندان خود ما و شما می از موزیم دیدن میکنند و توریست های خارجی البته می از موزیم دیدن میکنن و اونا امو تحقیقی دارن روی از او کار میکنن و ما همیشه امرای بیننده ها همکار هستیم سوالات اگر داشته باشند ما امرایشان همکاری میکنیم معاصلین و متعلمینی که از مکاتب می اونا وقتی که تاریخ مطالعه میکنن لازم است که باید امو آثار تاریخی را ببینن چون ام آثار تاریخی میتونه یک شواهدی برای تاریخ و دوره های باستانی باشه اما حقیقت تاریخ هم میتونه اما آثار باستانی به با اثبات برسونه که واقعا در کدام دوره تاریخی چگونه اوادیس گذشته و او را آثار تاریخی میتانه ثابت بکنه بله و کسانی هستن به خاطر از اینکه رهنمایی بکنن و برن را برشان نشان بتن آثار را برشان نشان بتن мо роҳнмооро др музим дорем ки афроди маслакӣ هасتан бо қисм к гуфтм мсилин мтعллимин в касое к мیёян аз музиям дидан мекунан аз طараф рҳбари музиям рهнмо твзиф меша в баралова аз к мо рҳнмоهоро дорем баخши дигари аъзои маслаки музим ки ама бостоншиносо асتан в музимдоро стан уно ҳмкорӣ мкунан بر علاوه از که با بیننده ها همکاری میکنند محققین و پژوهشگرانی که با موزیم میاین و میخوان راجی به یک دوره تاریخی تحقیق داشته باشند اما همکاری میکنند و اما آثاری که نظر به هر دوره تاریخی که ارتباط بگیره و او را به معرفی میگیرند تا بتانن اما کار خدا به درستی محققین و پژوهشگران انجام بتن آقای صداقت چند وقت پیش سری زدیم به موزیم رفتم و به منزل تو هم بعضی از اتاقهای نو و تازه جور میشد هدف از ساخت اتاقها چی بود؟ ما قسمی که قبلا برتان در مورد نمایشگاه ها گفتم ما هم را که وقتی تغییر میتیم در مورد نمایشگاه ها ما کار میکنیم یک آثاری تعدادی از آثار تاریخی را که در یک نمایشگاه ما میمانیم و او مدتی در نمایش می باشه بعد از او تلاش صورت میگیره که باید آثار جدیدی را ما باید به نمائش بانیم چون موزیم افغانستان خوشبختانه یک موزیم غنی از آثار تاریخی و فرهنگی است ما همیشه در تلاش یزی هستیم که اما توجه خاص علاقمنده و بیننده ها را به موزیم ملی افغانستان جلب بکنیم چون موزیم ملی افغانستان و معاصر تاریخی اویت یک کشور است ما به خاطر علاقمندی مردم تلاش داریم ما همیشه قسمی که گفتیم در اتاقا کار میشه اتاقا به خاطر ازی آماده میشه که تا ما بتانیم آثار جدیدتر و بیشتری را به نمایش بنام. منظور از آثار جدید آثار جدید نیست که جدید ساخت باشه آثاری است که تازه به نمایش گذاشته میشه بله در مورد نمایش 231 اثر موزیم ملی و در آمد 300 میلیون افغانگی هم میشه صحبت بکنیم ما بر علاوه از اینکه بیننده های خارجی به افغانستان می آیند می بینند آثار تاریخی افغانستان ما خوشبختانه یک نمایشگاه به نام گنجینه های افغانستان داریم بله. که آثار تاریخی مربوط به دوره های مختلف تاریخی میشه که از دوره برونس شروع میشه الا دوره کوشانیا ها و ای آثار تاریخی از ساعت مختلف به دست آمده که از میتونیم ساحه تپه فلول ولایت بغلان بگیم که در اولسوالی برکه ولایت بغلان موقعیت داره آثار دوره یونان باختری است که از زمان اسکندر و یونانیا در افغانستان باقی مانده که از ساحه باستانی آی خانم است که در ولایت تخار در اولسوالی دشت قله موقعیت داره و آثاری از багрома дорем в баخши аз бзрги и осоре ки шомил ганجинаҳои афغонистон میшه аз тилاтапаи влояти шбрғон ас влоят جавузجон ки дар масири рои шбрغон в бағлон маوقعят дора او وا ای اوسر توانسته کی توجه بشتر بیننده غو خارجي را جلب کنه ای در کشورای مختلف از جمله ناروی امریکا فرانسه جرمنی چین کوریا جنوبی جاپان و کشورای مختلف بنمویش گزارته شده ما توانستیم کی از درک این نمایشگاه که به نمایش گذاشته شد ما 300 ملیون افغانی به حساب دولت جمع بکنیم که خوشبختانه یک آید خیلی بزرگ از موزه ملی افغانستان به دولت جمهوری اسلامی افغانستان است سپاسگزار هستیم سر خوش آمدیم ممنونش. و تا فردایی که دوباره برمیگردیم همین شما را به الله یک توبی هم تا مسپاریم میتونین که در روز برفی با برنامه جذاب دیدنی تلویزیون طلو باشین در بامداد بسته میکنیم تا فردا بدرود سلام دوست عزیز برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلک کنین برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلک کنین